من یادم نمیره که زمانی که در 98 شلیک میکردن بسیار به سر میزدن، و بعد اون آقای رحمانی فضلی که مثلا وزیر کشور بود بهش گفتن که چرا به سر میزنی، گفت ما به پا هم زدیم. حالا گفته میشه که برای ترس، ایجاد ترس، حالا به صورتها میزنن. شما آمار دارین؟ میدونم که به دقت نگاه میکنید. خواهش میکنم برای شنوندگان یه کمی راجع به این موضوع صحبت بکنین و ببینیم که چه کار میشه کرد. بفرمایید. بله، از ژانویه 2018 یعنی میشه دی ماه 96 تا الان حدود 1500 تا چشم تخلیه شده، در اکثریت یک چشم و در درصدی هم هر دو چشم. آمار اینها موجود هست. متاسفانه ترسی که سایه افکنده باعث میشه که بیماران حاضر نباشند که در حقیقت بیان و اعلام بکنن این رو در سوشیال میدیا. در نتیجه شخص یک یا دو چشمش از دست داده و ترس داره از اینکه این رو اعلام بکنه برای دادخواهی. یعنی ببینید، در قرن 21، سال 2022 ما هستیم و شخص در یه اعتراض به عنوان یک معترض یا به عنوان یک، به قول انگلیسی زبانها، innocent bystander، یک تماشاگر بیگناه، این چشش از دست داده. مثل همون کیسی که من مطرح کردم تو وایس آف امریکا راجع به امیر عباس ارچنگ، یک پسر بچه 13 ساله کرجی که به صورت اتفاقی هر دو چشمش آسیب دید. اونجا بر اساس اطلاعات ما به فارابی رفته بود، ولی بعدا متوجه شدیم حضرت رسول رفته، پیوند قرنیه شده، ولی متاسفانه پیوند ریجکت شده و هر دو چشمش رو از دست داد، بر اساس آخرین اخباری که من دارم از امیر عباس. امیر عباس یه دونه کیسیه که ما اینو مطرح کردیم، ولی اینها 1500 تا هستن. ما اگه خیلی عقبتر بخوایم بریم، باید اشاره کنیم به تیر ماه 78، به زمانی که کوی دانشگاه در سال دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی اعتراضاتی شد به بسته شدن روزنامه سلام، و نفر اول کنکور چند سال پیش، فکر میکنم کنکور سال 72 بود، دکتر محسن جمالی یک چشمش رو از دست داد. ما میتونیم سابقه شلیک به چشم رو برگردونیم به تیر ماه 78. منتها الان این چیزی که ما، این 1500 کیسی که داریم از دی ماه 96 یا ژانویه 2018، اینها اکثریتش در جنبش زن زندگی آزادی رخ داده. به نظر میرسه جهت هراس افکنی و ترس که اینها معمولا شیوه های روسی و چینی هست، نوع دیکتاتورهایی که در روسیه ما میبینیم از زمان استالین و حالا هم در زمان پوتین میبینیم، که نه تنها مخالف رو میکشن بلکه به شدیدترین وجه میکشن، و به در حقیقت هدف از این هراس افکنیه. الان هم به نظر میرسه توصیه این هست که شخص معترض کشته نشه یا به چش شلیک بشه که نابینا بشه. بعد شما حساب کنید در یه محله، مثلا ما جمعیت جوانی هم داریم الان، شاید در هر محله شما برخلاف ونکوور که ما یه ایجینگ پاپولیشن داریم، یا کلا کانادا، ما در ایران جمعیت جوان داریم، و در هر محله شما این چیزی که تحت عنوان دهه 80 ها گفته میشه، یا جنریشن زد یا جنریشن زی، اینا بچه هایی هن که بعد از سال 1995 به دنیا آمدن و تا سال 2010 معمولا، یعنی اینها بین 12 تا 27 سال سن دارن، و تو محلات مختلف اینها دیده میشن. شما تصور کنید در هر محله یک نفر، یک جوان یا یک نوجوان نابینا باشه، این و هر روز بیاد بیرون و بقیه ببینن. ولی اگر همین نوجوان کشته شده باشه، اون کشته شدنش جای خالیش ایجاد خشم میکنه.
باعث میشه که محله بیشتر در فکر خونخواهی و در حقیقت اعتراض بیشتر باشن. منتها وقتی شخص نابینا باشه، افراد ممکنه یک نوع ترس و واهمه ای از نابینا شدن داشته باشن. اینا بخشای کثیف روانشناسی اجتماعی یا همون سوشیال سایکولوژیه که معمولا اینها از طریق KGB و نیروهای اطلاعاتی روسی آموزش داده میشه متاسفانه. و ما امیدواریم این بار با قطعنامه جدید UN سازمان ملل و اینکه کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شده و این مدارک بر اساس پروتکل استانبول، در پروتکل استانبول حتی اگر مریض به دلایل ترس و یا محافظه کاری یا تهدید حاضر نشه اعتراف کنه، هیچ مهم نیست و باز هم ما میتونیم اینها رو، این 1500 کیسی رو که داریم، به عنوان یک داکیومنت یا به عنوان یک سند به کمیته بفرستیم و امیدواریم جوری بشه، یعنی نهایتاً به جایی برسیم که جرأت چنین کاری از نه تنها در ایران بلکه هیچ کشوری از این به بعد جرأت نکنه که با نابینا کردن مردم در صدد گسترش ترس باشه. این یک در حقیقت توافق جهانی بشه که از این به بعد چنین جنایتی جلوگیری بشه. ما یادمون باشه که در سال 1988، تابستان 1988، 5000 زندانی سیاسی کشته شدن و ما واکنش خاصی نه از مردم دیدیم و نه از مجامع بین‌المللی. این همون دولتیه که تونست 5000 زندانی سیاسی رو در عرض 2 هفته اعدام کنه. بعد الان خب به جایی رسیده که نمیتونه اون کار رو انجام بده و این نتیجه تلاش‌های بچه‌هایی هست که توی هیومن رایت، توی حقوق بشر فعالیت میکنن توی 30 سال گذشته و یک رژیمی که میومد در خارج از کشور مخالفاش رو سلاخی میکرد، الان به جایی رسیده که در داخل کشور هم نمیتونه اونجور که دوست داره سرکوب کنه مخالفاش. من فکر میکنم که ما همین مسیر رو باید ادامه بدیم و امیدوارم که این مبارزه‌ای که شروع شده نهایتاً به پیروزی مردم ایران به انجامه و ما بتونیم اون چیزی که به قول شروین برای یک زندگی معمولی حسرتش رو میکشیم نهایتاً بهش برسیم.